دوستان عزیزم سلام، یه فصل دیگه از کتاب گفتگوی میان استادان خرد رو میخوام براتون بخونم. رسیدیم به فصل خشونت فراوان. دکتر ویندایر میگه در سیاره ما خشونت فراوانی وجود دارد. در قلب من نیز وقتی برای یافتن پدرم به بیلاکسی رفتم خشونت بسیاری وجود داشت. ابراهام پاسخ میده اما تفاوت زیادی هست بین احساس خشم یک نواخت و احساس یأس. تفاوت بسیاری هست بین حس انتقام و احساس عشق یا سرور یا قدردانی. ما بیشتر ترجیح می دهیم حس انتقام داشته باشید تا یأس. حس انتقام کنید تا گناه. بیشتر می خواهیم احساس درماندگی کنید تا خشم و غیظ. امید داشته باشید به جای احساس نابودی و عشق داشته باشید تا امید. درجه بندی احساساتمون رو توضیح داد دوستان که احساس یأس و ناامیدی و در حقیقت احساس گناه جزء پایین ترین فرکانس های احساسی هستند که خب نتایج بسیار سخت و ناراحت کننده ای هم برامون به وجود میارن. ادامه میده به سخنی دیگر همیشه میتوانید ارتعاشتان را بهبود ببخشید و این مطلب همان چیزی است که هدف ماست. به دلیل وجود تضاد که همان موجب میشود مسیرتان را بیشتر وارسی کنید، منشأ به یافتن ارتعاشات بالاتر و بالاتر و خالصتر و خالصتر ادامه میدهد. اینجا یه اشاره قشنگی به موضوع تضاد کرد. تضاد همون ناخواسته ها و یا اتفاقاتیه که ما دوستشون نداریم. وقتی تو زندگیمون اتفاق میافتن خیلی ناراحت میشیم. در حالی که اکثر اتفاقات ناخواسته که در زندگی ما میافتن در دلشون خواسته ها رو شفافتر میکنن و در حقیقت در جهت بزرگتر شدن درون ما و گسترش جهان نقش دارن و حرکت میکنن. و میگی با هر تضادی که اتفاق میفته در زندگی شما منشأ درون شما به یافتن ارتعاش بالاتر و خالصتر هست توی اون تضاد. بنابراین نه تنها تضادها بد نیستن بلکه بسیار هم کمک کننده هستن برای گسترش دنیا. دوستان یه روزی انسان ها آرزوی پرواز رو داشتن و همون آرزو و خواسته پرواز از این به وجود اومد که قدرت پرواز کردن نبود و شاید رفت آمد و خیلی سخت‌تر و طولانی مدت تر بود و به همین دلیل اولین خواسته در ذهن تصویر سازی شد، بعد به شکل یک نقاشی شد و بعد آروم آروم شد حقیقت جهان که امروز شده هواپیما. میگه انسان ها تصوری اشتباه دارند مبنی بر اینکه منشأ دیگر گسترش نمی‌یابد یا منشأ فرجام است و کامل و فقط انسان‌ها هستند که در جهت تکامل کار می‌کنند. اما چنین نیست. اتفاقی که می‌افتد این است که منشأ به دلیل رویدادهای زندگی انسان به منبع بزرگتری از عشق و مهر گسترش می‌یابد. و بازداره به این اشاره می‌کنه که هر کدوم از ما در بزرگتر شدن منشأ چقدر نقش داریم و منشأ هم حتی داره به سمت بزرگتر شدن از لحاظ عشق و مهر در حرکته و در حال گسترشه. وقتی بخشای بزرگی از جمعیت شما در نفرت مطلق هستند شما خواستهتان را به سمت ارتفاعی جدید سوق می دهید. به کلام دیگر عشق در وادی غیر مادی به دلیل تنفری که با آن زندگی می کنید بزرگتر و بزرگتر می شود. پس میگه تنفر زیاد خودش داره خواسته برای عشق عمیق‌تر رو رقم می زنه. این گسترشی است که ما درباره اش حرف می زنیم. اما اگر خواسته های تازه را رقم نزنید ارزشان را درک نمی کنید. وقتی آن موشک خواسته پرتاب شود و خواسته جدید وجود داشته باشد منشأ هرگز دوباره به ارتعاش پایین تر بر نمی گردد. قطعا وقتی یه عشق عمیق‌تر رو ما تجربه می کنیم و درک می کنیم اون عشق سطحی تر یا اون درجه از خشم و خشونت و نفرتی که بوده رو هیچ وقت دلمون نمی خواد دوباره تجربه کنیم، چون طعم یه چیز خیلی قوی تر و در حقیقت
یه تجربه با کیفیت بالاتر رو ما تجربه کردیم در زندگیمون و چشیدیم. میگه باید به دنبال ارتعاش بالاتر باشید و آن را محقق کنید. این همان چیزی است که منظور ما از صفحه بلند پرواز یا صفحه پرواز بالاتر است. دوستان، تو خیلی از متدهای خودشناسی خیلی آموزش داده میشه که بدون خواسته بشیم، ولی بدون خواسته شدن مساوی با بی هدف شدن و استاب کردن گسترش جهانه، چون خواسته ها تمام خواسته های ما در جهت گسترش جهان داره پیش میره و وقتی تو مسیر هستیم، تو مسیر آگاهی هستیم، خواسته های ما خیر و برکتش به خودمون و به زندگی اطرافیانمون هم منتقل میشه. گاه سر به شوخی به ما میگفت آبراهام، من حال خوشی ندارم و فکر میکنم باید ارتعاشتان را پایین تر بیاورید تا با ارتعاش من مخلوط شود، چون میدانم این حس منفی که دارم به دلیل آن است که شما ارتعاشتان بالاست و من در اینجا ارتعاشم پایین است. بنابراین اگر به آنجایی که من هستم برسید، دیگر احساس جدایی نخواهم کرد. ما نیز به او میگفتیم ما پایین نمی آییم، تو مجبوری خودت را بالا بکشی. خب این جنبه شوخی داره که میگه وقتی بین ما و خود حقیقیمون فاصله میفته حالمون بده، چون خود حقیقی ما همیشه بالاترین ارتعاش رو داره، همیشه در همه چیز زیباترین، آگاهانه ترین و هوشمندانه ترین انتخابا و تصمیمات توسط خود حقیقی ما در حقیقت گرفته میشه و ما وقتی میریم تو فضای ذهنمون همه چیزو محدود و کوچیک و منفی و خیلی سخت میبینیم. به همین دلیلم این اختلاف ارتعاشی بین خودمون، بین ذهنمون و خود حقیقیمون یه شکاف بزرگی که حال ما رو بد میکنه. اما آیا همه انسان‌ها مجبورند خودشان را بالا بکشند؟ جواب سوال دکتر وین دایر هست از ابراهام. ابراهام پاسخ میده بله، همه شما وقتی به وادی غیر مادی باز می‌گردید که آن را مرگ می‌نامید، چنین می‌کنید. اما ما بر این باور نیستیم که شما مجبورید بمیرید تا خوشحال شوید. ما می‌دانیم شما خودتان می‌توانید همترازی ارتعاشی با منشأ درون را تمرین کنید. دوستان، دو تا نکته خیلی مهم در این فصل داشت. نکته اولش این که اگر اتفاقهای ناخواسته در زندگی ما میفته با خودشون پیامهایی رو به همراه دارن. دوستان، هیچ اتفاقی در زندگی ما نمیفته که، اگر هر اتفاقی میفته قرار ما به یک سطح بالاتری از پرواز یا از یک فرکانس بالاتری از ارتعاش حرکت کنیم. بنابراین باید حتی اتفاقهای ناخواسته رو هم ما بابتش قدردان باشیم، چون ما رو به یه مرحله عمیق‌تر و زیباتر از زندگی داره دعوت میکنه. این نکته اول. و نکته دومی که ما حق انتخاب داریم و میتونیم ارتعاش فکری خودمون رو در همین جهان انتخاب کنیم. درسته که وقتی که از بعد فیزیکی میریم به اون دنیا یا در حقیقت مرگ رو تجربه میکنیم، این جسم فیزیکی که سرشار از مقاومت رهاش میکنیم به اون ارتعاش بالا که عشقه میپیوندیم. اما خبر خوب اینه که ما از همین جهان میتونیم ارتعاش عشق رو تجربه کنیم. ما در همین جهان با انتخاب افکارمون میتونیم با خود حقیقیمون یکی بشیم و جهانمون رو متحول کنیم. با انتخاب اهداف زیبا و در جهت اهدافمون قدم برداشتن، اهدافی که توش پر از نوره، هم برای خودمون و هم برای اطرافیانمون. خیلی دوستتون دارم. برای این جریان انتخاب ارتعاش و افکار برنامه های آموزشی خیلی جالبی هست که من در کلاسام آموزش میدم، چون خود انتخاب فکر و انتخاب ارتعاش نیاز به تمرین داره. دوستان عزیز، به هر حال خیلی خوشحالم برای حضورتون. امیدوارم که لحظات بسیار زیبایی رو در زندگی تجربه کنید. خدا نگهدارتون.